در سال 1930 قبل از اینکه اولین دوره بازی‌های جام جهانی شروع بشه، جولز ریمت، رئیس وقت فیفا، به یک مجسمه‌ساز مراجعه کرد به نام ایبل لافلور و بهش گفت ما می‌خوایم یک جام شکیل برامون طراحی کنی. جامی که می‌خوایم به عنوان جام جهانی فوتبال بشناسیمش. این مجسمه‌ساز فرانسوی یک جامی طراحی می‌کنه که به نیکه ربط داشت. نیکه الهه پیروزی در افسانه‌های یونان باستانه. قد این جام 35 سانتی متر بود. 3 کیلو و 800 گرم هم وزنش بود که از نقره ساخته شده بود، ولی روش 14 قیراط طلا خوابونده بودن. وقتی جام حاضر میشه، فیفا اسم ویکتوری رو میذارن روش که یعنی پیروزی. اما یک پرانتز اینجا باز کنم، این جام بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 تغییر نام داد به جام جولز ریمت، همون اولین رئیس فیفا که این جام رو سفارش داد. بعد از اینکه جام پیروزی آماده شد، قانون گذاشتن که هر کسی این جامو ببره میتونه 4 سال پیش خودش نگه داره و در صورتی میتونه مالکش بشه که بتونه 3 دوره پشت سر هم جام جهانی رو ببره که تا به حال برای هیچ کشوری اتفاق نیفتاده. شاید بگین برزیل که 5 بار برده، اما 3 بارشو که پشت سر هم نبرده. در هر صورت این داستان تولد و مالک شدن این جامه. اما اجازه بدین بریم جلوتر و برسیم به سال 1938، سالی که ایتالیا جام جهانی رو برنده میشه و طبق قانون این جام بایستی پیش ایتالیا بمونه. ولی بعد از اینکه 1 سال از این قضیه میگذره، جنگ جهانی دوم شروع میشه و جام جهانی دیگه فراموش میشه. این جام در اصل میفته دست موسولینی و ادعای مالکیتشو میکنه، اما هیتلر از اون طرف خواهان این جامه و به نزدیکاش گفته بوده هر طور شده این جامو باید بیاریم آلمان. و با وجود اینکه با موسولینی دوست بود، افرادی رو میفرستاد به ایتالیا که این جامو بدزدن بیارن آلمان. و البته هیچ موقع موفق نشدن، چون موسولینی اینو 7 سوراخ قایم کرده بود. هم هیتلر هم موسولینی به هدفشون نرسیدن، چون بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد، بعد از اعدام موسولینی جامم برگشت به فیفا. زمان میگذره و میرسیم به سال 1966، سالی که جام جهانی فوتبال در انگلیس داره برگزار میشه. قبل از اینکه بازی‌ها شروع بشه، فیفا جامو تحت نظر میبره به لندن، یه جای امن مستقرش میکنه تا بازی‌ها ادامه پیدا کنه و برسه به فینال. اون موقع نگفته بودن، ولی الان میدونیم جای امن اینجاست. متدیست سنترال هال وست مینیستر، که به فارسی میشه مرکز متدیست وست مینیستر. در اون زمان این جام رو 30,000 پوند بیمه کرده بودن که اگر بخوای به نرخ امروز به دلار تبدیلش کنی میشه 785,000 دلار. حالا توی این چقدر طلا و نقره بوده کاری نداری، ارزش این 30,000 پوند بوده که همونم بیمه کردن. در 20 مارس 1966 قبل از اینکه بازی‌های جام جهانی شروع بشه، این جام تو مرکز وست میریسته در زیر زمین پشت ویترین بود و نگهبان‌های اونجا حسابی مواظبش بودن. تا ساعت 11 صبح همه چی خوب پیش میرفت، اما این نگهبانان وقتی میرن به غذاخوری غذاشون رو بگیرن و برگردن، با یک صحنه عجیبی روبرو میشن. صحنه ای که جام به یک بار ناپدید شده، در ویترین هم شکسته شده بود. نگهبانان باورشون نمیشد که این جام به این سرعت دزدیده شده باشه. از توی خیابون تا دم جام 3 تا در وجود داشته که هر 3 تا رو قفلشو شکسته بودن. و با وجودی که هیچ آدم عادی نمیدونست این جام کجا نگهداری داره میشه، این دزدا خوب میدونستن کجاست و میدونستن اینها ساعت چند میرن برای نهار. دولت انگلیس سریعاً اعلانیه صادر کرد و گفت هر کسی این جام رو پیدا کنه 3500 پوند جایزه میگیره که به نرخ امروز میشه بیشتر از 90,000 دلار. ولی دزدا با این پولها راضی نبودن. اونها یک تیکه کوچیک جام رو که میتونستی ازش جدا کنی میفرستن به جو میرز، رئیس کل باشگاه چلسی،
و میگن 15,000 پوند نقد اگر پرداخت کنین جام رو دوباره میبینین. این پول کمی نبود. اگر بخوای به نرخ امروز محاسبه کنی میشه حدود 400,000 دلار. اونها رئیس چلسی رو تهدیدم کرده بودن و گفته بودن اگر راجع به این موضوع به کسی بگی یا پلیس رو خبر کنی ما فوراً جامو آبش میکنیم. جون میرز رئیس چلسی با وجود اینکه تهدید شده بود با پلیس تماس گرفت. پلیس گفت خیلی خوب بهشون بگو پولو آماده میکنیم. پلیس یک کیف پر از پولو میذاره در اختیار جون میرز و میگه بهشون بگو بیاین سر قرار. کجا قرار گذاشتن؟ پارک بترسی در لندن. جون میرز با پولها راه افتاد و پلیس هم دورا دور تعقیبش میکرد. جون میرز وقتی میرسه سر قرار یک دونه از دزدها که اسم مستعارش جکسون بود میاد تو ماشین جو و میگه همین جوری به رانندگیت ادامه بده، برای 10 دقیقه حرکت کن. جکسون متوجه شد که چند تا ماشین دارن دورا دور میان و معلومه دنبال این ماشینه. برای همین وقتی جو تو چراغ قرمز میسته جکسون که نام اصلیش ادوارد بیچلی بود پیاده میشه و فرار میکنه. پلیس هم خودشونو میرسونن، پیاده میشن و میدونن دنبال جکسون. جکسون نمیتونه زیاد دور شه و میگیرنش. مدارک جکسون رو بررسی میکنن و میفهمن همونطور که گفتیم اسمش ادوارد بیچلیه و یک سابقه داره 46 ساله است. بهش میگن حرف بزن، جام جهانی کجاست؟ میگه من هیچ کارم اصلا پلومنم نیست، به من گفتن فقط اینو بدوز بیار بده به ما. خلاصه سوال پیچش میکنن، میگه من میدونم جام دست کیه اما اگر منو آزاد کنید بهتون میگم. گفتن ما نمیتونیم آزادت کنیم فعلا اما اگر بگی کجاست زودتر آزاد میشی. بالاخره بعد از چند روز میگه جام دست کیه. اون میگه جام دست برنارد مکاوسکیه، اینم یک سابقه دار 40 ساله. در همین حین که پلیس ها میخواستن برن دنبال مکاوسکی، یک نفر به نام دیوید کوربت داشت سگش رو تو خیابون میگردون. اون میبینه سگش تو یک شمشاد هی داره بو میکشه. اون یک نگاهی به داخل شمشاد میکنه، میبینه یه چیزی رو تو روزنامه پیچوندن و انداختن لای شمشاد. روزنامه ها رو میده کنار، میبینه که به به جام جهانی رو برده. یه بیسکویت میده به سگش، میگه دمت گرم و فوراً میره اداره پلیس. اون وقتی وارد اداره پلیس شد و گفت فکر کنم این جام جهانیه، اونها همه بهش خندیدن، گفتن این چی آوردی میگی جام جهانیه، این تقلبی باید باشه. اما پلیس ها به کارگاهی که روی این پرونده کار میکردن زنگ زدن و میگن شخصی یک همچین چیزی آورده. اونها فوراً خودشونو میرسونن و جامو میبینن و متوجه میشن اصله. کوربت جامو که تحویل میده برمیگرده خونه، میبینه خبرنگارا دم خونهش جمع شدن و شروع کردن براش دست زدن. گفتن سگ تو در اصل قهرمان جام جهانیه. پلیس انگلیس هم 6,000 پوند گذاشت توی پاکت و به آقای کوربت جایزه داد. به سگش هم هیچ پولی ندادن، فقط یکی دوتا بیسکویت بهش دادن. اگر جام جهانی ها رو دنبال کرده باشید میدونید که در سال 1966 انگلیس قهرمان شد و این جام تو این کشور موند. جایزه قهرمانی هر بازیکن انگلیس 1360 پوند بود که از طرف فیفا بهشون پرداخت شد. این در صورتی بود که آقای کوربت 6,000 پوند گرفته بود، یعنی یه چیزی حدود 160,000 دلار امروز. پس خبرنگاران راست میگفتن که آقای کوربت و سگش جام جهانی رو بردن. ناگفته نماند مدال قهرمان جام جهانی رم گردن سگ انداختن. البته نه اون اصلی رو، یه دونه براش درست کردن. جالب این بود که این سگ در انگلیس به شدت محبوب شد. با وجود اینکه انگلیس ها برای اولین بار قهرمان جام جهانی شده بودند و بازیکنانشون محبوبیت پیدا کرده بودند، با این حال محبوبیت هیچ کدومشون تو انگلیس به اندازه این سگ نبود. اما داستان دزدا چی شد؟ ادوارد بلچلی یا همون جکسون به 2 سال زندان محکوم میشه. اما بقیه هیچ کدوم به دام نیفتادن.
از اون به بعد جام اصلی رو دیگه به کسی ندادن. وقتی قهرمان مشخص میشه، جام اصلی رو میارن تو زمین و کاپیتان تیم قهرمان میبره بالا. اما وقتی این مراسم تموم میشه، جام برمیگرده سر جاش و جامی که به تیم برنده میدن با خودش ببره، رپلیکاه و کپیه که دوباره ندزدنش. حالا که در مورد جام جهانی یه مقدار مطلع شدیم، جالبه که بدونید برای جام جهانی 1974 در آلمان، جام رو عوض کردن و یک جام جدید ساختن. همین جامی که امروز هم میبینیم و میشناسیمش. تو جام جهانی امسال هم در قطر، مسی جام جهانی اصل رو برد بالا. اما بعد از اینکه مراسم تموم شد، جام جهانی رو ازش گرفتن و یک دونه کپیشو بهش دادن. کپی رو دیگه میتونن همیشه نگه دارن. دیگه نمیخواد بعد از 4 سال بیارن. فقط خود مسی باید در جام جهانی 2026 بیاد جام اصلی رو از فیفا تحویل بگیره و تحویل تیم قهرمان بده. جام اصلی هم کجا نگهداری میشه؟ تو مقر فیفا در سوئیس که یک گاف صندوق خیلی امنه. حالا این جام جهانی جدیده رو چقدر قیمت گذاشتن؟ در حال حاضر این گرونترین جام ورزشی دنیاست و 20 میلیون دلار روش قیمت میذارن. سرقت جام جهانی به انگلیس افتاد و قهرمان شد، ولی دیگه هیچ وقت نتونست این قهرمانی رو تکرار کنه. یه بارم که نزدیک بود برن فینال، مارادونا با دست گل زد و داورها هم نفهمیدن. انگلیس حذف شد، آرژانتین رفت فینال و قهرمان دنیا شد. به مارادونا گفتن تو با دست زدی؟ گفت نه، اون دست خدا بود.